سلام شنبه ده مرداد 94 اول آگست 2015 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه بعد از خراب کردن نمازخانه اهل سنت در پونک تهران دیروز موج از اعتراضات ائمه جمعه اهل سنت در سراسر کشور برخاست و غیر از اونها نویسندگان و فعالین حقوق بشر هم به دست به اعتراض به این کار غیر اخلاقی غیر دینی و غیر انسانی زدند در زندان جدید جمهوری اسلامی فشافویه اولین گروه زندانیان که 500 نفر به اونجا منتقل شدند زندانیان عادی دست به اعتصاب غذا زدند علت اعتصاب غذای زندانی ها این است که یکی از زندانیان که اعتراض کرده بود با ضرب و شتم و تراشیدن سر مواجه شد و بقیه زندانیا در پشتیبانی از اونها از دیروز اعتصاب غذا کردند به دلیل شرایط بد این زندان که نه سرویس های بهداشتی دارای شیلنگ و آفتابه و آمادگی است نه تخت خواب به اندازه کافی هست کمتر از نیمی است. جمعیتی که به اونجا منتقل شده آب و گاز قطع میشه بیش از چهار ساعت زندانیا رو در زیر آفتاب برای هواخوری از نه صبح تا یک بعد از ظهر میبرن و نه اینکه بهداری و رسیدگی پزشکی در اونجا هست ظاهرا این انتقال با عجله به این زندانی که هنوز آماده نیست بیشتر برای این است که محبته زندان اوین رو میخوان به مرکز تجاری تبدیل کنند و سرمایدار غیر ایرانی ظاهرا در این سرمایه نقش داره آقای دکتر محمد ملکی مبارز سیاسی و مدنی با سابقه هم که از چندی پیش دست به تحسن روبروی ساختمان لاستیک دنا زده متعلق به سپاه در میدان ونک تهران با تابلوها و پلاکارت هایی که خواستار رفع ممنول خروجی خودش و رفع مصادره اموالش هست با همراهی تعدادی از فعالین دیگه و کسانی که مورد ظلم و ستم قرار گرفتند روزانه قرار میگیره این آکسیونی که امثال آقای محمد نوریزاد یا خانم نسرین ستوده یا آقای محمد ملکی یک تنه انجام میدن با پیوستن دیگران به اونها و پخش فیلم و عکس و خبر اون یکی از کارهای ابتکاری است که باید گفت در جنبش ایران شکل گرفته و حرکت کرد موضوع دوم اینکه آقای اوباما با مخالفین قرار داد که عمدتا رهبری اونها با لابی نیرومند یهودیان یعنی آیپک هستش در امریکا به مراحل تموشایی و مبارزه رو در روی رسیده از یک سو آیپک با تهیه فیلم هایی که عمدتا سخنان مسئولین جمهوری اسلامی است در دشمنی با آمریکا یا محو اسرائیل یا غیره و پخش اون در شبکه های تلویزیونی با بودجه های 20 میلیون دلاری که با بودجه 20 میلیون دلاری که اختصاص دادن به تغییر افکار عمومی پرداخته و فشار روی نمایندگان مجلس نمایندگان و سناتورهای سنای امریکا از سوی دیگه آقای اوباما هم مردم امریکا رو فراخونده که با تلفن زدن به کنگره و فشار روی کنگره و ساختن اون دوگانه ای که یا این قرارداد یا جنگ که سیاست تبلیغی آقای اوباماست بلکه که کنگره رو بتونه که منصرف کنه از مخالفت با قرارداد اینی که احتمالا کنگره امریکا در هر دو مجلس که اکثریتش دسته حزب جمهوری خواه هستش این توافق نامه رو رد خواهد کرد تقریبا شکی درش نیست اما مسئله سر رسیدن به نصاب دو سوم است که آقای اوباما نتواند وتو بکنه گفته میشه در سنا تا در حال حاضر مخالفین قرارداد شست رای دارن یعنی دست کم شش نفر از دموکرات ها هم همراه هستن و شانزده سناتور هنوز گفتن تصمیم نگرفتن بنابراین جنگ بر سر دست کم یارکشی هفت سناتور دیگه در مخالفت با قرار داده موضوعی که در مجلس نمایندگان هم کم و بیش همین گونه است اما در مجلس سنای امریکا کمیته روابط خارجی از آقای آمانو دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دعوت کردند که برای توضیح این قرارداد نقشه راه و اون بخش هایی که محرمانه و مبهم بوده به جلسه سنا بره و آقای آمانو هم پذیرفته چهارشنبه آینده در کمیته روابط خارجی حاضر بشه آقای ظریف هم در عرصه بین‌المللی مقاله‌ای رو نوشته در روزنامه گاردین چاپ کرده و در اون گفته ایران توافق هسته ای رو امضا کرده حالا نوبت اسرائیله که سلاح هسته ای رو کنار بگذاره کمپینی که شاید اگر از روز اول آغاز می شد به عنوان خاور میانه آری از سلاح کشتار جمعی و سلاح هسته بسیار بهتر بود در حالی که الان کمتر کسی این کمپین رو از ایران باور میکنه. آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم عنوان کرده که اساسا این برنامه جامعه اقدام متقابل که امضا شده معاهده بین المللی نیست و احتیاج به تصویب مجلس نداره موضوعی که آقای علی لاریجانی سراحتا به خانم مگرینی گفت که نیازمنده مسببه مجلسه زمنان آقای خامنه ای هم خودش تصمیم گرفته پشت مجلس پنهان بشه تا اگر لازم شد به دست مجلس قرارداد رو رد کنه اگرچه به نظر میرسه آقای خامنه ای نشسته و میخواد ببینه سرنوشت کار در کنگره امریکا چه خواهد شد بعد در ایران حرکت بکنه آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران هم دیروز در نماز جمعه هم به امریکا هم کرد و گفت هنوز آدم نشده تا بشه باهاش رابطه گرفت و هم به آقای فابیوس حمله کرد که هنوز بر سر موازه قبلی خودش راجع به اسرائیل هست گویی آقای فابیوس باید نظرش را عوض می کرد علت این واکنش آقای خاتمی این است که ظاهرا آقای فابیوس هم در جلسات خصوصی خواستار این شده که مثل وزیر اقتصاد آلمان ایران اسرائیل رو باید به رسمیت بشناسه روزنامه وطن امروز هم تیتر بزرگ زده بود برای آقای فابیوس تحت عنوان موسیو ایت موضوع سوم اینکه قطار تهران آنکارا که با مینگذاری روز پنج شنبه از حرکت باز ایستاد و نتوانست حرکت بکنه و به مقصد برسه دیروز جمعه قطاری از تهران رفت تا مسافرها رو برگردونه این قطار هم با بمب کنترل شده منفجر شد و به این ترتیب مسئله تروریسم در ترکیه به صورت جدی در آمده که البته دولت ترکیه پیکیکی رو حزب کورت رو سازمان کورت ترکیه رو متهم میکنه ولی شاید معادلات پیچیده تر و توطئه‌های پیچیده‌تری پیچیده تری رو باید در نظر گرفت. العربیه خبر داده از اینکه در سوریه در 26 روز گذشته دست کم 26 نفر از اعضای حزب الله لبنان که در بین اونها افراد ارشد و سطح بالایی هم هستند کشته شدند. یک عضو حماس هم عنوان کرده که جمهوری اسلامی کمک های مالی و نظامی خودش رو به حماس و جهاد اسلامی از بعد از قط نامه توافق یه هسته قطع کرده در حالی که این قطع رابطه از قبل از اون هستش و علت اون هم نداشتن پول ایران و به خصوص دعوایی است که بر سر سوریه با هماس پیدا شد بعد از اینکه تعدادی از افراتیون یهودی در کرانه باختری خانه ای را آتش زدند که یک کودک 18 ماهه فلسطینی در آتش زنده سوخت و خانواده او پدر و مادر و برادر چهار سالش هم زخمی و در بیمارستان هستند موجی از خشم و اندوه کرانه باختری و غزه و فرا گرفته و احتمال درگیری و مقابله وجود اومده در حالی که دولت اسرائیل داره سعی میکنه بگه که کار تروریست ها بوده و وزیر دفاع اسرائیل هم گفته که با تروریست هایی که این کار رو برخورد خواهد شد اما موضوع چهارم این که شرکت زیرساخت ارتباطات که به وزارت ارتباطات تعلق داره به دلیل بدهی 350 میلیارد تومانی شرکت مخابرات ایران که سهام اون متعلق به بنیاد تعاون سپاه بخشی هم متعلق به ستاد اجرایی فرمان هشت ماده امام هست تصمیم گرفته بود که خدمات تلفن بین المللی و اینترنت شرکت مخابرات رو در نه استان کشور از روز یک شنبه قطع بکنه فردا با پادرمیانی آقای روحانی فعلا به تعویق افتاده ولی جالبه که شرکت مخابراتی که یکی از پولسازترین شرکت های کشور بوده الان به دلیل احتمالا سو استفاده های زیادی که سپاه و بیت رهبری در اون کردن و این سرمایه ملی رو به ورشکستگی کشوندن حتی پول پرداخت بهای زیرساختهایی رو که از دولت میگیره نداره یا اینکه داره و در واقع میخواد مال دولت رو هم حیف و میل بکنه اما موضوع آخرین که آقای علم امام جمعه مشهد فرمودن که آقای فابیوس غیر از تقصیر در ورود خونهای آلوده به ایدز عامل انفجار خودروهای پژوی تولید شده در ایران هم بوده آقای علی شیرازی نماینده رهبری در نیروی قدس سپاه هم فرمودند که اجر شهدای مدافعین حرم یعنی کسایی که در سوریه رفتند و کشته شدند دو برابر عجل شهدای جنگ ایران و عراقه اندکی صبر سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و صرف راز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی